سلام دوستان فارمانیستی من، وقتتون بخیر. مطلب امروزمون در مورد سایدینگ مفاصل و نحوه درمان یا کنترلشه. راستیتون نره چنل منو سابسکرایب کنین و منو در اینستاگرام و آپارات فالو کنین. قبل از اینا ببینیم سایدینگ مفاصل چیه. فرسایش و تخریب غضروف انتهای استخونا تو اون محل مفصلش باعث سایدینگ استخوان زیری میشه و باعث رشد بیش از حد استخونا در اون محله. به مرور زمان این غضروف ها خشک و تخریب میشن. متاسفانه این حالت برگشت پذیر نیست و فرد بهتر هرچه سریع تا شروع به درمان پیشگیرانش بکنه تا روند بیماری کنترل و کنتر بشه. علائمی که بهت میگه ممکنه آرتروز داشته باشین، مثل خشکی تورم مفاصلتون، خمارس کردن پاتون سخت‌تر میشه، بعد از نشستن و استراحتتون دردش خیلی شدیدتر میشه، وقتی هم که فعالیت میکنین درد خیلی شدیدی رو احساس میکنین. یکی از مکملایی که برای پیشگیری خوبه جوینت اس از شرکت وایتا بایوتیکس انگلیسه. این مکمل حاوی گلوکوزامین، کندروتین، عصاره زنجبیل، ویتامین ها و مواد معدنیه. این مکمل رو بزرگسالان، ورزشکاران و افرادی که چاقی مفرط دارن میتونن راحت مصرف کنن. مقدار مصرفش هم روزی دو بار همراه وعده غذاییتونه. توجهشه که افرادی که دیابت دارن و وارفارین مصرف میکنن باید تحت نظر پزشکشون مصرف کنن و خانمهای باردار و شیرده حتما قبل از مصرف با دکتر داروساز یا پزشک مشورت بکنن. همچنین افرادی هم که مشکل و فشار خون دارن اصلا این مکمل رو مصرف نکنن، چون زنجبیل داره و فشار خونشون به شدت میبره بالا. مکمل دیگه هم که خیلی خوبه قرص کارتیژن فورد از شرکت نیچرز اونلیه. این مکمل حاوی گلوکوزامین، کندروتین، MSM، ویتامین و مواد معدنیه. طریق مصرفش هم مثل محصول قبلی روزی دوبار همراه با وعده‌های غذاییتونه. توجه کنید بچه که افراد دیابتی حتما تحت نظر پزشک باید مصرف کنند و خانمهای باردار و شیرده قبل از مصرف حتما با دکتر داروسازی پزشکشون باید مشورت کنند. قبل از خدافزی بچه یادتون نره چنل منو سابسکرایب کنین و پیج من در اینستاگرام و آپارات فالو کنین. منتظر قسمت بعدی ما باشید.